بن عیسی آل خلیفه در اواخر سال 2009 در گفتگو با جنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا به رژیم ایران، به عنوان منشأ مشکل در عراق و افغانستان اشاره کرده و مؤکداً درباره اقدامی جهت پایان دادن به برنامه هسته‌ای رژیم به هر وسیله ضروری بحث کرده و تأکید کرده که این برنامه باید متوقف شود. خطر اینکه بگذاریم این برنامه ادامه پیدا نکند از خطر متوقف کردن آن بیشتر است. یک سند یا تلگرام دیگه از کشور عمان، سلطان قابوس بن سعید آل سعید به آدمیرال ویلیام فالن که آن موقع فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا بوده گفته که ما باید به موضوع خطر رژیم ایران بپردازیم. همین سند حاکی از اینه که یک وزیر بلند پایه عمانی از کویت، بحرین و قطر به عنوان سه کشور خلیج فارس که احتمالاً خواهان این هستند که آمریکا به ایران حمله بکنه نام برده. یک تلگرام دیگه حاکی از اینه که نخست وزیر قطر یعنی حامد بن جاسم بن جابر الثانی گفته متعجب نمی شود که ببیند ایران یک سلاح هسته‌ای را آزمایش کند تا دستاورد خود را به جهان نشان بدهد. اواخر سال گذشته او رابطه دوحه با تهران رو اینطور خلاصه کرده: آنها به ما دروغ میگویند و ما هم به آنها دروغ میگوییم. در ادامه همین مطلب که در سایت گاردین منعکس شده میخونیم، اردن و مصر، متحدین اصلی عرب واشنگتن در خارج از حوزه خلیج فارس که هر دو پیمان صلح با اسرائیل دارند، روابط عمیقا خصمانه ای با رژیم ایران دارند. در یک واکنش هراس‌آلود نسبت به افشاگری های ویکی‌لیکس، Other cables relate to Saudi Arabia and their desire for a US attack on Iran. تلویزیون اسکای نیوز اشاره میکنه که برخی از اسناد مربوط به عربستان سعودی هست که نشون دهنده خواست عربستان سعودی برای حمله آمریکا به رژیم ایران و نابود کردن برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران هست. It's dated April 20th, 2008 and talks of Saudi King Abdullah's frequent exhortations to the US to attack Iran and so put an end to its nuclear weapons program. اسکای نیوز میگه در یک گزارش از معاون سفیر آمریکا در ریاض به تاریخ 20 آوریل سال 2008 اینطور اومده که عربستان سعودی مرتب تشویق میکنه آمریکا رو به حمله به رژیم ایران و پایان دادن به برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران. در همین گزارش اومده که پادشاه عربستان عدم اعتماد کامل خودش به مالکی رو تشریح کرده برای آمریکا و گفته که امید کمی دارد که تا هنگامی که مالکی در قدرت هست روابط عربستان و عراق بهبودی پیدا کنه. The king expressed a complete lack of trust in Iraqi PM al-Maliki and held out little hope for improved Saudi-Iraqi relations as long as al-Maliki remains in office. Back on Iran, another cable sent. در گزارش دیگری از یک ملاقات بین مقامات آمریکایی و ملک عبدالله در ماه مارس 2009 از برخورد تندی که بین ملک عبدالله و وزیر خارجه رژیم ایران صورت گرفته گزارش شده و اینطور اومده که ملک عبدالله در این برخورد به تندی به وزیر خارجه رژیم ایران گفته که تو به عنوان یک ایرانی هیچ حقی نداری که در امور اعراب دخالت کنی. Sent following a meeting between US officials and King Abdullah in March 2009 recalls a heated exchange. King Abdullah is said to have told the Iranian foreign minister, "You as Persians have no business meddling in Arab."
They are reports that shine the spotlight on the secretive business of international diplomacy. بله، از هنگام انتشار این 25,000 سند در رسانه‌های خبری، این انتشار این اسناد انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده. من جمله تلویزیون انگلیسی الجزیره در یکی از گزارشات خودش گفت که اسناد افشا شده از جمله فاش می‌کنند که پادشاه عربستان به کرات از آمریکا خواسته و آمریکا را تشویق کرده به اینکه به رژیم ایران حمله بکنه و پروژه اتم این رژیم رو از بین ببره. در این اسناد همین طور نقل قول شده که پادشاه عربستان با اشاره به رژیم ایران گفته که باید سر ما را کند. The memos reveal that Saudi Arabia's king has repeatedly urged the US to attack Iran to destroy its nuclear program. King Abdullah is quoted as telling the US to quote cut off the head of the snake. و همچنین باز تلویزیون الجزیره اشاره میکنه که در این اسناد اینطور آمده که رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از رژیم ایران به عنوان شیطان و یک خطر بالفعل یاد کردن، و یا در قسمت دیگه از همین گزارش اومده که عربستان سعودی، اردن، بحرین آمریکا را تشویق به حمله به تاسیسات اتمی رژیم ایران کردند. And leaders in Saudi Arabia, the UAE and Egypt refer to Iran as evil and an existential threat. It's also been revealed.